متا فصل 14 در این وقت اخبار مربوط به عیسی به اطلاع هیرودیس پادشاه رسید. او به ملازمان خود گفت: این مرد امان یحیای تم دینده است که پس از مرگ زنده شده است و به همین جهت معجزات بزرگی از او به ظهور می رسد. زیرا هیرودیس به خاطر هیرودیا که زن برادرش فیلیپوس بود، یحیی را گرفته و دست و پای او را در بند نهاده و به زندان انداخته بود، چون یحیی به هیرودیس گفته بود: تو عقل نداری که با این زن ازدواج کنی. هیرودیس می‌خواست او را بکشد، اما از مردم می‌ترسید، زیرا در نظر مردم یحیی یک پیامبر بود. ولی در موقع جشن تولد هیرودیس، دختر هیرودیا در برابر مهمانان رقصید و هیرودیس آنقدر از رقص او خوشحال شد که قسم خورد هرچه بخواهد به او بدهد. او با راهنمایی مادر خود گفت: سر یحیای تمیدنده را همین حالا در داخل یک پتنوس به من بده. پادشاه از شنیدن این سخن سخت ناراحت شد، ولی به پاس سوگند خود و به خاطر مهمانان خود امر کرد که سر یحیی را به او بدهند. او کسانی را به زندان فرستاده سر یحیی را از تن جدا کرد و سر او را که در داخل یک پتنوس بود آورده به دختر دادند و او آن را نزد مادر خود برد. سپس شاگردان یحیی آمده بدن او را بردند و او را به خاک سپردند. پس از آن آنها به نزد عیسی رفتند و به او خبر دادند. عیسی وقتی این خبر را شنید آنجا را ترک کرد و با کشتی به جای خلوتی رفت. اما مردم با خبر شده دسته دسته از شهرهای خود از راه خشکی به دنبال او رفتند. همین که عیسی به لب دریا رسید، جمعیت زیادی را دید و دلش به حال آنها سوخت و مریضان آنان را شفا داد. دیگر همان روز شاگردانش نزد او آمده گفتند: اینجا بیابان است و روز هم به آخر رسیده، مردم را به دهات بفرست تا برای خود غذا بخرند. عیسی به ایشان گفت: لازم نیست مردم بروند، خود شما به آنان خوراک بدهید. شاگردان گفتند: ما فقط 5 نان و 2 ماهی داریم. عیسی در جواب فرمود: آنها را پیش من بیاورید. و پس از آن به مردم امر کرد که روی سبزه ها بنشینند. آنگاه 5 نان و 2 ماهی را گرفته چشم به آسمان دوخت و خدا را شکر نموده نانها را پاره کرد و به شاگردان داد و شاگردان آنها را به مردم دادند. همه خوردند و سیر شدند و از خورده های باقی مانده که شاگردان جمع کردند 12 سبد کلان پر شد. غیر از زنان و کودکان 5000 مرد خوراک خوردند. آنگاه عیسی شاگردان خود را مکلف ساخت که سوار کشتی شده پیش از او به طرف دیگر دریا بروند تا خودش مردم را رخصت بدهد. پس از انجام این کار عیسی به بالای کوه رفت تا به تنهایی دعا کند. وقتی شب شد او در آنجا تنها بود. در این موقع کشتی در بین دریا به علت باد مخالف گرفتار امواج شده بود. بین ساعت 3 و 6 صبح عیسی در حالی که بر روی دریا قدم می‌زد نزد آنها آمد. وقتی شاگردان عیسی را دیدند که بر روی آب دریا راه می‌رود، آنقدر ترسیدند که با وحشت فریاد زده گفتند: این یک سایه است. عیسی فوراً به ایشان گفت: خاطر جمع باشید، من هستم، نترسید. پتروس گفت: ای خداوند، اگر تو هستی به من امر کن تا من هم بر روی آب نزد تو بیایم. عیسی فرمود:
بیا. پتروس از کشتی پایین آمد و بر روی آب به طرف عیسی رفت، اما وقتی شدت طوفان را دید به ترس افتاد و در حالی که در آب غرق می شد فریاد زد: خداوندا نجاتم بده. عیسی فوراً رسید و دست او را گرفته گفت: ای کم ایمان، چرا شک کردی؟ آنها سوار کشتی شدند و باد قطع شد و کسانی که در کشتی بودند به پای او افتاده می گفتند: تو واقعاً پسر خدا هستی. آنها از دریا گذشته به سرزمین جنیسارت رسیدند. وقتی که مردم آن محل عیسی را شناختند، کسانی را به تمام آن ناحیه فرستاده همه بیماران را نزد او آوردند. آنها از او تقاضا کردند که اجازه دهد مریضان آنها فقط دامن لباس او را لمس نمایند و هر که آن را لمس می کرد کاملا شفا می یافت.